بچه ها چطورید؟ خوبید؟ خوش اومدید به این ولاگ. من امروز خونه خودم نیستم، جایی که دارم ولاگ میگیرم آنتالیاست، خونه دوستم. اومدم پیش دوستم. توی ویدیو قبلی بهتون گفتم که میخوام بیام ببینمش. ببخشید، اونی که بهتون گفتم خیلی دوستش دارم، به خاطر اینکه لب آدمو خیلی از خشکی در میاره، خیلی یکم رنگم میده به لب، خیلی خوشم میاد از اسمش. لیپ تو چیک، لیپ تو چیک یعنی روی گونه هم میشه زدش با نمک. آقا بچه ها، من اومدم آنتالیا، منتها فقط دو روز اینجا هستم و زود برمیگردم. اومدم که دوستمو ببینم که بچه دار شده. بچهش خیلی خوشگله، خیلی خیلی خوشگله و خوشحالم که بچهش منو دوست داشت. میخنده همش، گریه نمی کنه، خیلی بچه قشنگی خلاصه. بعد واسهش چیز گرفتم، واسهش اسباب بازی، از این اسباب بازی که تکون میدی صدا میده، و لباس و اینا واسهش خریدم. الان لباس رو بهتون نشون میدم، لباس اینجاست. بعد اینکه وقتی دیروز داشتم میرفتم فرودگاه، بچه ها داشتم فکر میکردم که الکی چقدر استرس دارم، از این استرابای کاملا بی خود که از ژنتیکت میاد، از گذشته میاد، از اینکه عادت کرده ذهنت که توی سری موقعیت ها استراب داشته باشه بی دلیل. یادتونه تون ویدیویی که راجع به استراب حرف زدیم، یه جایی بهتون گفتم دیگه، آدم قبول میکنه که نمیتونه استرابشو همیشه کنترل کنه، ولی خب مثلا یه راهی که جواب میده اینه که اون لحظه‌ای که استراب داره از خودش بپرسه، که یه سری سوال بپرسه. الان چرا استراب داری؟ دلیلش چیه دقیقاً؟ چطوری میتونی کمک کنی به خودت؟ یه سری سوال اینطوری از خودش بپرسه برای اینکه آروم‌تر بشه. بعد دیروز داشتم از خونه من خیلی راحت میشه رفت به فرودگاه سبیها. از خونه من 7-8 دقیقه راه میرم، میرسم به مارمارای توی یه خط مترو خیلی بزرگ توی استانبول. اونو سوار میشم، میرم یه ایسکای به نام آیرلیک چشم سی پیاده میشم، بعد اونجا خط مترومو عوض میکنم، مترو دیگر سوار میشم و صاف میرم تا فرودگاه. یعنی خیلی خیلی راحته کلا رسیدم به فرودگاه. و از اونجایی که استانبول، من نمیدونم چقدر آشنایی دارید با این که چقدر قیمت تاکسی توش گرونه، از اونجایی که قیمت تاکسی خیلی توش گرونه، کلا آدما تا جایی که بشه حمل و نقل عمومی استفاده میکنن و خب خیلی هم راحت تره. یعنی خیلی راحت من دیروز رسیدم به فرودگاه. منتها همینطوری از خونه که اومدم بیرون، بچه‌ها با چمدونم منم بیرون و داشتم میرفتم سمت مارمارای که برم سوار شم، و دیدم که وای چقدر اینجوریه، استراب بی خودی دارم همینطوری. حالا این استراب رو بچه که بودم، کوچیک‌تر که بودم حالا، و یه مقداری شاید نایف‌تر که بودم، چی میگن، بی تجربه تر که بودم، این استرابو خیلی وقتا مامانم بهم میداد. اگه این ویدیو رو میبینه سلام مامان چون مامان من خیلی آدم نگرانیه، همیشه نگرانه کلا. وقتی مثلا میخوای بری سفر و اینا که دیگه نگرانیش 10 برابر میشه، و خب این نگرانی رو انتقال میده دیگه ناخودآگاه. حالا الان بیچاره خیلی جلو خودشو میگیره، سعی میکنه خودش کنترل کنه که استراب به من نده. منم الان خیلی بهتر شدم، استراب رو نمیگیرم، یعنی کسی هم بخواد به من استراب بده معمولا استراب نمیگیرم، ولی خب بالاخره از بچگی توی من مونده. و من فکر میکنم مثلا الان رفتن به فرودگاه و سفر رفتن، اونم سفر رفتن به تنهایی و اینا، یه موضوعیه که باید آدم استراب داشته باشه، در صورتی که اصلا موضوع خاصی نیست، هیچی نیست واقعا. خلاصه حسابم یه کمی از این خود شده بود که چرا استراب داری الکی، و این استراب رو دوست نداشتم به خاطر اینکه اون لحظه زیبا رو خراب میکنه، چون سفر رفتن، خود عمل سفر رفتن قشنگه، مخصوصا وقتی تنهایی داری میری، به نظر من خیلی قشنگه، یه لحظه های جالبی واسه خودت داره، یه احساس تجربه خوبی رو بهت میده از اینکه داری تنها میری، وقت داری که موزیک گوش بدی، با خودت فکر کنی، بنویسی، بخونی و همه پروسه رو خودت انجام بدی، خیلی قشنگه به نظر. اولش اینجوری بود، یه کمی استراب داشتم. بعد دیگه رسیدم فرودگاه، و فرودگاه از مترو که پیاده میشی یه ربع تقریبا پیاده روی داره تا وارد خود فرودگاه میشی.
و وارد فرودگاه شدم و رفتم کارا رو کردم و اینجور چیزا، بلیتمو گرفتم و دیگه رفتم سوار شدم و سوار هواپیما که شدم، وقتی هواپیما رفت روی آسمون، من همیشه وقتی هواپیما بلند میشه همون لحظه دلم واسه استانبول تنگ میشه، یعنی در همون لحظه انقدر این شهر رو من دوست دارم. ولی میخوام رو بهتون بگم که این دفعه خیلی جالب بود برام. بچه ها اون بالا که بودم، اصلا از همون لحظه که رفت بالا، همین که رفت بالای ابرا، وای بچه ها قشنگترین آسمون زندگی ما من دیدم، انقدر زیبا بود و سعی کردم ازش فیلم بگیرم ولی اصلا توی فیلم اون چیزی که داریم میبینی نمیافته. انقدر بچه ها آسمون قشنگ بود، انقدر آبی زیبایی داشت، دیوونه شده بودم. خلاصه وقتی که هواپیما نشست و من مسیج زدم به پارتنرم، بهش گفتم که نشستم و اینو، بهش گفتم ببین اون بالا تابلو نقاشی دیدم، واقعا حس میکردم از وسط تابلو نقاشی دارم رد میشم. گفت وای راست میگفتم، آره اصلا. گفت پس عشق کردی قشنگ. گفتم دیوونه شده بودم واقعا، خیلی لحظه های قشنگی بود و خوشحالم که صندلیمو کنار پنجره گرفته بودم و میتونستم بیرونو ببینم. خیلی پرواز خوبی بود، خیلی خیلی راحت اومدم و بعدم اینجا و دیگه این بچه و انرژی بچه و خیلی احساسات خوبی داره، خیلی حس و حال خوبیه که میبینم که دوتا دوستام، دوست صمیمیم سعیده و همسرش تونی، چقدر بزرگ شدن. میدونی چقدر جالبه که مثلا یکی از ماها بچه دار میشه و خیلی قشنگه نگاهشون میکنی، اصلا خیلی خوشگله که خانواده تشکیل دادن، خیلی احساس خوبی داره. خلاصه خیلی عشق کردم اینجا که بودم. مرسی از کامنتاتون روی پست قبلی، من سعی کردم که هر کدومو که میشه جواب بدم. یه ویدیو دیدم بچه ها مربوط به یه کامنتی بود که توی ویدیو قبلی دیدم، البته پاسخی ندادم، زیاد مهم نیست، ولی اون فردم قطعا هیچ منظور بدی نداشت و خیلی آدم با محبتیه و مرسی که کامنت گذاشته. ولی میخواستم اینو بهتون بگم چون این ویدیویی که دیدم خیلی جالب بود بچه ها. یه ویدیو دیدم که یه مربی مهد کودک داشت به بچه ها آموزش میداد، نمیدونم کجا بود، کانادا بود، آمریکا بود، یه جای اینجوری بود چون انگلیسی داشت صحبت میکرد، داشت بهشون آموزش میداد که چه حرفی رو نباید به کسی بزنید، از کجا بفهمیم که یه حرفی رو نباید بزنیم. چون خیلی وقتا یه سری حرفا خب برای ما فرهنگ سازی نشده، ما یه سری حرفا رو واقعا بدون حس بد جنسی یا اینکه بخوایم کسی رو آزار بدیم به یکی میزنیم و آزارش میدیم و متوجه نمیشیم چرا آزارش دادیم. این داشت براش توضیح میداد توی این ویدیو، خیلی حرف قشنگی زد. داشت بهش توضیح میداد توی این ویدیو، به بچه ها داشت توضیح میداد، میگفت که بچه ها چه حرفی رو نباید بزنید. میگفت اگر یه چیزی رو توی فردی میبینید که دوست ندارید، یعنی سلیقه شماست یا به هر دلیلی شما خوشتون نمیاد یا فکر میکنید اشتباهه، اگر اون چیز رو میبینید که در کمتر از 30 ثانیه نمیتونه تغییرش بده، نباید بهش بگید. یعنی مثلا چی؟ یعنی اگر ببینید مثلا یه نفر مثلا غذا خورده لای دندونش غذا گیر کرده، خوبه که بهش بگید این خوبه، چون توی 30 ثانیه میتونه تغییرش، این تغییر رو توی خودش ایجاد کنه، پس این اشکالی نداره که بهش بگید. یا مثلا اگر میبینید که مثلا لباسش داره میفته رو زمین، خب بهش میگید چون میتونه هم لحظه لباسش رو برداره. ولی مثلا بهش نمیگید که رنگ موهات اصلا بهت نمیاد، چون اون نمیتونه تو کمتر از 30 ثانیه به رنگ موهاش واسه شما عوض کنه. حالا اصلا نباید هم این کار بکنه، ولی هدف اینه که اینطوری متوجه بشید که چه چیزایی رو نباید به آدمو بگید. یه نفر توی ویدیو قبلی واسه من نوشته بود که قلب و اینا واسه هم زده بود و محبت و اینا، بعد برام نوشته بود که مبلای خونت اصلا به خونه نمیان و مثلا خوشگل نیستن و اینا، مثلا عوضشون کن، همچین چیزی. اینو نباید بگیم. برای مثال من اصلا ناراحت نشدم و میگمم اون کسی که نوشته بود خیلی خیلی دختر نایسیه، اون قلبی
چیزایی که گذاشته بودم واقعیه، من اصلا حس بدی از چنین مخاطبی نگرفتم. ولی میخوام بگم که برای مثال چرا چنین چیزی رو نباید بگیم، چون که تو که در شرایط من نیستی، نمیدونی مثلا که من مثلا پس اندازم کجاست، پس اندازم رو چی کار میکنم، این خونه چطوریه، این خونه رو اصلا من، این خونه که الان توش هستم تو استانبول، این خونه رو اصلا با اشیا من اجاره کردم، مبله اجاره کردم، اینجا میگن اشیالی، منم میگم با اشیا مبله اجاره کردم. و اصلا این چیزا، این وسایل توش مال یه خانم پیری بود که من اصلا خیلی دوستش دارم، خیلی خوشم اومد اصلا از اون حال هوای خونه. اگه یادتون باشه توی یه سری ویدیو قبلی هم گفتم که خونمو خیلی دوست دارم الان، چون به هم حس امنیت میده، یه حس خیلی گرمی میده. حالا به هر حال که این وسایل اونه و قرارم نیست که من الان توی این شرایط زندگیم، برای من منطقی نیست که عوضش کنم و باهاش اوکی هستم و مهمم نه که من باهاش اوکی باشم، اصلا مهم نیست که بقیه چه فکری میکنن در موردش. ولی مثلا همچین چیزی رو نباید به کسی بگیم، به خاطر اینکه ممکنه توی بک‌گراند ذهنیش حتی اگر ناراحتش نکنیم یه احساس بدی راجع به اون چیزایی که مثلا اطرافش براش ایجاد کنیم. یا مثلا من خیلی میبینم زیر پست یکی توی اینستاگرام یه نفر دیگه‌ای که دنبال میکنم، دیدم مثلا براش نوشتن که چتری اصلا بهت نمیاد، مثلا چرا چتری زدی؟ خب حتما دوست داشته که رفته چتری گذاشته دیگه، یا اینکه شاید به این تغییر نیاز داشته. ما اگه خوشمون نمیاد که نباید بهش بگیم اینو، ما خوشمون نمیاد، اون خودش خوشش اومده. و اصلا به نظر من که اصلا هیچ وقت اینجور چیزا رو نمیگم، به خاطر اینکه به نظر من ما باید به هم انرژی خوب بدیم. چرا اصلا خوش نیومدنا رو باید بگیم؟ اونا شخصیه، به من چه که من مثلا از چتری خوشم نیاد، خب اون خوشش اومده گذاشته. من ترجیح میدم همیشه اون چیزایی که مثبت‌تر بگم به یکی. ولی اون ویدیو خیلی جالب بود برام از این نظر که خیلی فرهنگسازی راحتی بود، چون برای خیلی سواله که خب من نمیفهمم که چی و کجا نباید بگم، چرا الان اینو گفتم، فلانی ناراحت شد، متوجه نمیشم. ولی این خیلی سوال خوبیه که از خودمون بپرسیم الان این چیزی که من میخوام به طرف بگم آیا میتونه در کمتر از 30 ثانیه عوضش کنه؟ اگه نمیتونه نکن. بعد حالا این صحبت شد، من یاد یه مقاله افتادم که چند وقت پیش خوندم در مورد باوندریز. الان میرم پیداش میکنم براتون میخونم یه قسمتاش، چون خیلی مقاله خوبی بود. من فکر میکنم بچه ها این از اون مواردیه که ما ایرانی ها سالها باید روش کار کنیم، سالها. مرزبندی، این که مرزهای خودمون رو چطوری برای آدم ها مشخص کنیم و چطوری بدون این که به کسی بر بخوره یا خیلی هارش باشیم یا اینکه مثلا بخوایم عصبانی و خشمگین بشیم، چطوری این مرزها رو جوری بذاریم که کسی از این مرزها عبور نکنه و تو زندگی ما دخالت نکنه یا با حرفهاش آزارمون نده. خیلی موضوع مهمیه و من داشتم فکر میکردم که خب اون تاریخی که ما داریم، سالها دخالت خانواده ها همیشه بوده توی مثلا داستان هایی که از قدیم میشنویم، به خاطر اینکه خیلی وقتا استقلال مالی نداشتن آدم ها، رفاه مالی نداشتن، همه چیز به نظر من به همین برمیگرده. وقتی استقلال مالی نداری و یه نفر دیگر لازم مالی بهت کمک میکنه، به خودش این اجازه رو میده که توی زندگی تو دخالت کنه، یه جورایی به خاطر اینکه بخشی از حقشه، چون داره پول تو رو میده. حالا شما این قضیه رو بگیرید، برید به گذشته که مثلا آدما مثلا تو خونه یه آپارتمان مثلا با مادر شوهرشون زندگی میکردن، یا حتی توی خونه دو تا اتاق بوده، یه اتاق اینا بودن، یه اتاق مثلا مادر شوهر یا مادر زنشون بوده، همچین چیزی. و قطعا میزان دخالت توی زندگی همه خیلی زیاد میشده و مرزها کلا محو میشده و گم میشده. ما با این چنین فرهنگ خب بالاخره رشد کردیم، به خاطر همین باید یاد بگیریم که مرزبندی چیز خیلی مهمیه و بی احترامی نیست. اون چیزی که ما فکر کنیم بی احترامیه این که به کسی اجازه ندی که دخالت کنه تو زندگی تو. ممکنه اون فکر کنه بهش بی احترامی شده، ولی مهم نیست، تو باید اول از همه به خودت احترام بذاری، این خیلی مهمتر. بریم اون مقاله هر من براتون بخونم، یه قسمتایشو خیلی جالب بود. خب من براتون میخونم این مقاله رو، یه سر جانشو که خوبه رو براتون میخونم و میذارمش اینجا همینطور که دارم میخونم که ببینید. خیلی مقاله قشنگه بچه، این توی سایت Positive Psychology هست و سال 2023 چاپ شده، یعنی مقاله جدیدی هست.
این مقاله بچه ها میاد میگه که اول از همه میگه که اصلا boundaries چیه، مرز و اینجور چیزها رو تعریف میکنه که boundaries چی هستن، و اولین جملهش هم اینه که healthy boundaries define what is appropriate behavior in our relationships, behavior that keeps both parties safe. یعنی میگه که مرزهای سالم توی رابطه ها اون چیزیه، اون رفتار مناسب توی رابطه است، رفتاری که دوتا آدم دوتا طرف رابطه رو در یه فضای امن نگه میداره، بهشون حس ناامنی نمیده. اول این تعریف رو میکنه، بعد توی یه قسمت دیگه در مورد what are boundaries میگه که a boundary is a limit or edge that defines you as separate from others. میگه مرز یا یه محدودیتی که تو بر خودت میکشی چیزیه که تو رو از دیگران جدا میکنه، حالا در هر موقعیتی. و بعد میاد راجع به interpersonal boundaries صحبت میکنه که چیزی فراتر از بدن توه، چیزهایی که تو حس میکنی که باید توش آدمها یه مرزهایی داری و آدم ها باید اون مرزها احترام بذارن. بعد این قسمتشو که من خیلی دوست دارم، این قسمتی که میگه how to set healthy boundaries، چطوری اصلا ما مرزهای سالم بکشیم برای آدمها، چطوری تعیین کنیم این مرزهای سالم رو. خیلی قشنگ میگه، میگه setting healthy boundaries requires self-awareness. میگه خیلی جمله قشنگیه، میگه تعیین کردن مرزهای درست نیاز به این داره که تو خود آگاه باشی، اول از همه خود آگاهی داشته باشی، یعنی خودت رو بشناسی. We need to be clear about our expectations of ourselves and others. باید واضح باشیم در مورد انتظاراتی که از بقیه و در مورد خودمون داریم. And what we are and are not comfortable with. و چیزایی که باهاش راحت هستیم یا چیزایی که باهاش راحت نیستیم. اول از همه اینا رو باید راجع به خودمون بشناسیم. پس این خودآگاهی خیلی پله مهمیه توی تعیین کردن مرز برای دیگران. بعد میگه که در درجه دوم setting healthy boundaries requires good communication skills. That این خیلی مهمه، میگه که برای اینکه تو تعیین کنی مرزها رو بتونی درست تعیین کنی، باید مهارت ارتباطی خوبی داشته باشی برای اینکه بتونی درست مرزها تو تعیین کنی، که مهارت communication skills هم جز مهارتاییه که آدمیزاد همیشه میتونه رو خودش کار کنه و توش بهتر بشه اگر حس میکنه که توش خوب نیست. بعد راجع به assertiveness میگه، میگه assertiveness چیه؟ میگه expressing your feelings openly and respectfully. این که تو assertive باشی یعنی چی؟ یعنی این که بتونی احساساتت رو رک و راست و با احترام بیان کنی. اینم جز اون چیزاییه که به نظرم ما با سو فرهنگمون باید روش کار کنیم، چون خیلی از آدم ها فکر میکنن رک بودن خیلی خوبه، منتها روک بودن با بیادبی اشتباه میگیرن، یعنی آدم های روکی هستن ولی خیلی بیادب هم هستن، یعنی این دوتا خیلی باید در کنار هم خیلی ظریف قرار بگیرن. آدم روک باشه راجع به احساساتش اما بیادب هم نباشه، با احترام برخورد کنه با آدم ها. بعد سه تا استپ اینجا میگه بچه ها که من این سه تا استپ رو خیلی دوست داشتم. میگه اینا سه تا پله آسون هستن برای تعیین مرزها. اولین پله be as clear and as straightforward as possible. Do not raise your voice. بدون اینکه صداتو بالا ببری، شفاف باش و مستقیم. برو سر اصل مطلب، راجع به اون مرزی که داری تعیین می‌کنی برای کسی. صاف و ساده برو سر اصل مطلب. هی این بر اون برش نکن، هی با خجالت نگو، صاف و ساده برو سر اصل مطلب و صدات رو هم بالا نبر. Step 2. State your need or request directly in terms of what you'd like rather than what you don't want or like. این خیلی مهمه، میگه که اون چیزی که لازم داری، اون چیزی که میخوای و اون چیزی که دوست داری رو راجبش حرف بزن، طلب کن، نه اون چیزی که نمیخوای و دوست نداری و تمرکزتو بذار روی چیزایی که میخوای اتفاق بیفتن. و step 3 accept any discomfort that arises as a result, whether it's guilt, shame or remorse. خیلی خیلی پله مهمیه، چون مطمئنم ما هممون درگیرش میشیم. میگه چی؟ میگه که بعد از این که مرزها تو تعیین کردی،
نتیجهش رو بپذیر. نتیجهش ممکنه نتیجه این که تو واسه آدم ها مرز تعیین کنی ممکنه احساس گناه باشه بعضی وقتا. بعضی وقتا مثلا تو واسه خانوادت، واسه مادر پدرت حتی که از تو بزرگترن، یا واسه خالت، عمه، ترکی، یه مرزی تعیین میکنی، بهش میگی این مرز منه، به من احترام بذار، دخالت نکن. بعدش ممکنه احساس گناه بگیری، حالا به خاطر تاریخچه‌ای که ما داریم، تاریخچه فرهنگیمون، هرچی. میگه اینا رو بپذیر، بپذیر که این حسا ممکنه به تو دست بده، ممکنه احساس گناه بگیری، ممکنه احساس شرم بکنی یا احساس پشیمونی بکنی، اشکالی نداره. اینا در نتیجه اون کاری که کردی ممکنه برای تو پیش بیان، ولی باهاشون بساز، با این چیز، احساساتی که برای تو پیش میاد. میگه که این third step، این سومین پله که الان راجبش گفتم، میگه بین آدمای رایجه که خیلی poor boundaries دارن، یعنی مرزهای خیلی کمی با آدم‌ها دارن، بلد نشدن که مرز داشته باشن و به خودشون احترام بذارن، اولش این براشون خیلی پیش میاد. و یا people pleaser هستن، یعنی میخوان همش همه رو راضی نگه دارن. بعد توی این مقاله یه دونه دایگرام داره، یه چارتی داره، چارتی کشیده که توش 7 مدل مختلف مرز رو اومده جدا کرده. اینم خیلی جالبه، براتون میذارمش اینجا ببینید، خیلی جذابه. و اولین چیزی که اون بالا هست منتال هست، منتال باوندریز، که داره توضیح میده توش که freedom to have your own thoughts, values and opinions، آزادی عمل، آزادی برای اینکه تو ایده، عقیده های خود، عقیده خودتو داشته باشی، ارزش های خودتو داشته باشی، نظرهای خودتو داشته باشی. I respect your perspective although I do not agree. من باید موافق نیستم اما به نظر تو احترام میذارم، چون نظر تو نظر توه. بعد قسمت بعدیش که باز خیلی آدم به فکر فرو میبره emotional boundaries، که میگه how emotionally available you are to others، یعنی اینکه چقدر شما از لحاظ احساسی الان میتونید در دسترس یه نفر دیگه باشید. بچه ها به این فکر کنید، خیلی بر فرهنگ ما گمه همچین چیزی، خیلی گمه، چون که ما کلن ازمون انتظار میره که همیشه از لحاظ احساسی در دسترس باشیم. مثلا اگر کسی یه غم و غصه داره، یکی از مثلا دوستتونه یا خانوادتونه، مثلا خواهرتونه، مادرتونه، پدرتونه، برادرتونه، هر کسی، اون فرد بدون معمولا در نظر گرفتن شرایط شما ممکنه غمش رو روی شما بریزه، یا از شما بخواد که بشینید ساعتا گوش بدید مثلا به غم و غصه‌ای که داره. و این خیلی احساس عجیبی، یعنی اگر شما به مثلا یکی از عزیزانتون بگید که من الان از این مثلا چیزی که داری برام تعریف میکنی استراب میگیرم و استراب بر من خوب نیست، من الان نمیتونم توی همچین چیزی کمکت کنم، من فکر میکنم 90% اوقات اون عزیز ما از ما ناراحت میشه، یعنی فرهنگ ما اینطوریه، ناراحتی میاره همچین چیزی. ولی باز میگم اول به سلامتی خودتون باید فکر کنید. As much as I want to support you right now, I do not have the emotional capacity. من با اینکه دلم میخواد الان حمایتت کنم، ولی گنجایش احساسی رو لازم رو ندارم الان. بعضی وقتا ظرف روانی ما ظرف کافی نیست برای اینکه مشکلات بقیه رو هم توش جا بدیم. مشکلات خودمون تو اون روزا زیاده، یا مثلا دوچاره یه استراب خاصی هستیم، نمیتونیم، این ظرف روانی جایی داره، ما نمیتونیم، ظرف روانی خودش پره، نمیتونیم مشکلات بقیه رو هم توش بکنیم، میریزه بیرون، نمیتونیم انجامش بدیم. ولی خیلی وقتا به خودمون فشار میاریم و مجبوریم که این نقش رو بپذیریم، برای اینکه ما شاید در فرهنگی بزرگ شدیم که باوندریز توش معنای خیلی خاصی نداشته. قسمت بعدی material، که راجب مانی، راجب فاینانشال استاتس، اصلا راجب چیزای اقتصادیه، این که تو چقدر راجب چیزای اقتصادی به بقیه وابسته باشی و چطوری این استقلال رو پیدا کنی، که چطوری اصلا پولتو بدی به کسی، پولی از کسی بگیری، در واقع اینطوری. و جمله که نوشته با لپتاپم اینجوری کنم بخونم
I already lent you money last week, so not again right now. من هفته پیش بهت پول دادم، دیگه نمیتونم این کار بکنم. اینم جزء چیزاییه که خیلی از ماها خجالت میکشیم که به یکی بگیم. مثلا به یه نفر کمک میکنید، کمک مالی میکنید، خب عزیزتونه مثلا، خواهری، برادری، چیزی. بعد یهو میبینید که دوباره ماه بعدم اومد ازتون دوباره کمک خواست. اوکی، کمکش میکنید. دوباره ماه بعدم میبینید که انگار که شما این عادت رو ساختید که بیا من همش به تو پول میدم. و یه جایی بعد این عادت رو قطع کنید و این قطع کردنش خیلی برای بعضیا سخته. خیلی سخته که یه نه یا یه جایی بگن. میدونید؟ این همون قسمت متریاله. بعد قسمت بعدی internal، درونی، self regulation. Energy expended on self versus others. این که تو انرژی تو روی خودت صرف کنی به جای اینکه روی بقیه صرفش کنی. I have been social all week. I need the weekend to myself. آقا من کل هفته با آدم ها بودم، آخر هفته میخوام تنها باشم. اینم از اون چیزهایی که بر خیلی از آدم ها سخته، مخصوصا اگر تو رابطه باشن خیلی سخته، نمیتونن اینو به پارتنرشون بگن چون پارتنرشون ممکن ناراحت بشه و بهش بر بخوره. من خودم فکر کنم بر بخورم، خودمونو بذاریم جای اون بر ماجرا. خیلی سخته این چیزا. میگم این چیزایی که ما از بچگی واسش آموزش ندیدیم میتونه خیلی سخت باشه برامون. Conversational topics that you do and do not feel comfortable discussing. یعنی چی؟ یعنی اون موضوعاتی که من راحت نیستم در موردشون صحبت کنم، یا اینکه موضوعاتی که راحتم در موردشون صحبت کنم. I would rather not be a part of this conversation. یه conversationی در یه صحبتی در جریانه، شما میگید که شما احساس چیز میکنید، نمیخوام بشنوم اینو. به هر دلیلی احساس راحتی نمیکنید، بنابراین میگید که نمیخوام من این صحبت رو ادامه بدیم، حالا هر چیزی که هست. برای خود من شخصا بچه ها، شنیدن بدگویی دیگران آقا خیلی رو مخمه، اصلا دوست ندارم، اصلا. و جلوشو میگیرم اگه کسی بیاد بهم بگه چرا، چون یه بار تجربهش کردی یاد گرفتی دیگه، 10 بار که نباید تجربه کنی. یه بار مثلا یکی بهت گفته فلانی راجع به تو فلان چیزو گفته، خودت حس بد گرفتی، خشم، عصبانیت، ناراحتی، رفتی تو خودت، خود قربانی نگری، خلاصه همه احساسات بد بهت هجوم آوردن. قطعا خوشحال نمیشی وقتی کسی راجع بهت بد گفته، بگی آخ جون چقدر انرژی گرفتم برم زندگی کنم حالا. حسای بد بهت دست میده، پس چرا باید بشنویش؟ پس دفعه دوم دیگه این کار رو انجام نمیدی. وقتی کسی میخواد همچین چیزی به من بگه من استاپش میکنم، معمولا میگم نه مرسی، اصلا مهم نیست برام، بلش کن، رهاش کن. After that physical، که راجع بدنتون هست، که مثلا یه نفر برش سخت، دوست نداره آدم رو بغل کنه، ببوسه، تاچ کردن، لمس کردن، آدم زیاد لمسی نیست، خب یه باوندریز بر خودش شکل میده، یه مرزی میکشه بر خودش. بعدی تایم هست، how much time you spend with someone or doing something. I can only stay for 30 minutes. من فقط 30 دقیقه میتونم مثلا باهات بمونم. که تایم تو برای یه نفر مشخص میکنی، اینم جزء چیزاییه که من فکر میکنم تو فرهنگمون سخته. بعد پایین تر اومده یه چیز گذاشته، یه دونه جدول گذاشته که من جدول رو الان اینجا میذارم. How to set personal boundaries، که چطوری حالا مرزهای شخصیت رو مشخص کنی. 4 تا مرحله گذاشته توش. اولی define، تعریف کن، identify desired boundary، تعریفش کن. دومی communicate، say what you need، بگو چی میخوای، چیزی که میخوای رو بگو، ارتباط برقرار کن. Stay simple، don't over explain، زیادی از حد توضیح نده، ساده بگو همه چیز رو. Set consequences، بگو که چرا این برات مهمه، اگه نشه چی میشه، چه اتفاقی در نتیجهش میفته. حالا این مقاله خیلی بلنده و خیلی خیلی مقاله خوبیه، من براتون میذارمش، یه توضیح بدم چون ممکن بعضی ندونن چطوری دقیقا با یوتیوب کار کنن، کجا گذاشته میشه اینا. این پایین ویدیو یه دونه فلشه به سمت پایین، اون فلشه هر که بزنید باز میشه. یه سری لینک ها من براتون گذاشتم، لینک مقاله رو همونجا میذارم، میتونید روش کلیک کنید مقاله براتون باز بشه. در چه سطحی باشید میتونید بخونیدش. اگر شاگردای خود من هستید، با دوره‌های خود من پیش رفتید، از پری اینترمدیت 2 به بعد میتونید همچین مقاله‌ای رو بخونید. ببخشید پوز دادم راجع به شاگردام، ولی واقعا بچهای پری اینترمدیت من مثل اینترمدیتن. این مقاله تقریبا سطحش اینترمدیته، ولی اگر پری اینترمدیت من هستید میتونید به نظرم برید سراغش و بخونید.
حمله شد بهم، یا حالمه پیام کاری اومده باید برم جواب بدم. خلاصه به سراغش، خیلی مقاله بلند و خوبیه، خیلی چیزای جالبی بچه ها توش گفته، یعنی حیفه که نبینیدش، خیلی مسائلی که توش گفته زیاده و همشون هم خیلی خیلی جالب هستن. یه بخشی هم مثلا راجع به boundaries in relationships توضیح داده، توی romantic relationships، توی ارتباط عاشقانه چه مرزهایی باید باشه و اینا، که خب خیلی به نظر من جالب بود چیزایی که کلن گذاشته.